سلام بر شما و خبرهای افغانستان و جهان خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 24 مرداد و سال 1396 هجری شمسی و 13 فوریه سال 2018 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تأکیدها بر عملی شدن فشارهای شدید بر پاکستان به هدف خودداری از حمایت تروریسم. اطمینان رئیس جرگه از حضور گسترده زنان در انتخابات ولسی جرگه آینده. و اظهارات رئیس جمهور فلسطین از عدم پذیرش میانجیگری آمریکا در پیوند به صلح میان اسرائیل و این کشور. مشروع خبرها، من رابعه ابراهیم خیل هستم. در برابر پاکستان به فشارهای شدید لمس کننده جهانی نیاز است. کابل به روز دوشنبه و سه‌شنبه میزبان لوی درستیزهای پاکستان، قزاقستان و ازبکستان بود. خواسته ها این است که اسلام آباد باید تحت فشارهای شدید منطقه و جهان قرار گیرد. این نشست که به ابتکار آمریکا برگزار شده بود، بر تهدیدات امنیتی و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر نیز بحث شد. کابل به روز دوشنبه و سه‌شنبه به ابتکار آمریکا میزبان رؤسای نظامی سه کشور بود. این نشست در کابل از سوی قماندان نیروهای خارجی برگزار شد که چگونگی گفتگوهای تروریسم و مواد مخدر بود. در این جلسه لوی درستیز پاکستان، لوی درستیز افغانستان، جنرال نیکلسن و لوی درستیز کشورهای آسیای میانه اشتراک داشتند و دیروز بود و امروز او به پایان میرسد. در این جلسه با دو مسئله اونا بحث میکردند، یکی مبارزه با ضد تروریسم و مبارزه با ضد مواد مخدر. پس از ناکام شدن گفتگوها با پاکستان، قمر باجوه لوی درستیز این کشور مهمان کابل بود و در نشست لوی درستیز ها شرکت کرد و باورها این است که پاکستان میخواهد فشارهای جهانی را کاهش دهد. زه فکر کوم از افغانستان طول گوندی افغانستان لپاره صلح غواړي او هغه په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي چې افغانستان دغه ګولډن برج یا طلایي پول د اقتصاد لپاره خپل استفاده کړي او پاکستانیان د دې لپاره چې نور فشار هم د سیمې د منطقې فشار نور هم په دې باندې زیات نشي لکه د امریکا او د غربیانو د فشار سره یو ځای، نو دې خاطر غواړي چې حد اقل د ګاونډي هیوادونو فشار هم خلک څه ځان باندې راکم کړي چې په آینده کې د دې لپاره نور یو اقتصادي ضربه نه وي. محمد حنیف اطمر مشاور امنیتی ملی نیز برای اجماع منطقوی با مسئولان امنیتی قزاقستان و ازبکستان گفتگو کرده است. در خبرنامه ارگ همچنان گفته شده که رئیس جمهور غنی در نشست با لوی درستیز های ازبکستان و قزاقستان بر تروریسم نیز گفتگو کرد. در کمیسیون لمرانه این است که در فعالیتون لپاره در تطبیقی پلان پر جوری دو پریکره باشوه. د کمیسیون د ناست په څنډه کې ملي امنیت سلاکار د ازبکستان د لومړي وزیر له اول مرستیال د بهرنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت د سلاکار سره جلا لیدنې درلودې چې پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو د پام وړ بحثونه او پرمختګونه وشول. د نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ په تاشکند کې د سولې په موخه د جوړېدونکي کنفرانس پر څرنګوالي هم خبری وشوی او در رپورت در بیروبنده بحث شد. اعضای مشران جرگه نیز انتظار فشارهای زیاد بر پاکستان دارند و گفتگو با این کشور را بدون اقدامات عملی ضایع وقت می داند. بی اساس حضور ناتو، ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، شانگهای باشه و کشورهای همسایه افغانستان و در رأس پاکستان می تواند بسیار مؤثر باشه. باورها این است که افغانستان در گفتگوها با پاکستان موافق است و این کشور به دلیل آماده گفتگو نیست که انتظار حکومت افغانستان و جامعه جهانی از آن بیشتر است و پاکستان اکنون در موقف سابقهش قرار ندارد. سهم زنان در انتخابات آیندگی ولسی جرگه نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. دکتر عبدالله عبدالله میگوید زنان افغان پیشرفت قابل ملاحظه نبودند که بر علاوه بخشهای دیگر در انتخابات آینده نیز حضور گسترده خواهند داشت. با این حال حکومت افغانستان به زنان اطمینان داد که سهم آنان را در پروسه سال بیشتر خواهد ساخت.
افتتاح مرکز برای پیشرفت زنان در بخش های مختلف از سوی پوهنتون امریکایی. سخنرانان این نشست بر تقویت فعالیت های زنان در بخش های اقتصادی و اجتماعی تاکید کردند. دکتر عبدالله که وضعیت زنان و نقش آنان را در جامعه نسبت به سالهای گذشته خوب یاد می کند، باور دارد که سهم زنان در انتخابات آینده نیز بیشتر خواهد بود. در انتخابات آینده ولسی جرگه که در سال 2018 میلادی و انتخابات ریاست جمهوری که در سال 2019 میلادی برگزار می شود 24% زنان رای دهندگان واقعی خواهد بود و تلاش صورت خواهد گرفت که این سهم بیشتر شود. با این حال حکومت افغانستان سهم زنان را در پروسه صلح مهم یاد می کند و تعهد نمود که برای زنان در این بخش فرصت خواهد داد. Women in Afghanistan will be sacrificed. ما به تمام زنان افغان اطمینان می دهیم که در پروسه صلح با طالبان به زنان سهم داده خواهد شد. زنان نقش خود را در این بخش ایفا خواهند کرد و این نقش مؤثر خواهد بود. نماینده پوهنتون امریکایی در افغانستان تعهد می کند که بر علاوه بخش های دیگر همکاری های خود را در بخش تعلیم نیز بیشتر خواهد ساخت. ما کار میکنیم تا سهم زنان افغان را در جامعه بیشتر سازیم، به طور خاص در بخش تعلیم که رهبران آینده افغانستان را آموزش دهیم. با آنکه نسبت به گذشته زنان در تمام بخش ها پیشرفت نموده، اما نهادهای سیاسی و اجتماعی زنان آن را کافی نمیداند که هنوز هم در مناطق دوردست کشور در برابر زنان خشونت ها صورت میگیرد و زنان در بعض بخش ها فرصت برای پیشرفت ندارند. کشورهای منطقه در افغانستان در برابر تروریسم و مواد مخدر نقش مؤثر ایفا کرده می توانند. معاون دوم مشان رجرگه می گوید برای افغانستان در سازمان شانگهای عضویت دائمی داده شود و این سازمان باید در پیوند به افغانستان گام های عملی بردارد. اینجا به ابتکار یک نهاد تحقیقی استادان پوهنتون‌ها و آگاهان اقتصادی گرد هم آمدند تا بر مؤثریت سازمان شانگهای و برگرفتن عضویت دائمی افغانستان در این سازمان بحث نمایند. علم زیدیار معاون دوم مشران جرگه میگوید عضویت دائمی افغانستان در سازمان شانگهای در برابر مشکلات موجوده مؤثر واقع می شود. افغانستان با همکاری های منطقوی در عرصه پروسه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیاز داره و این را به عنوان یک واقعیت باید بپذیره. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان 5 عضو دائمی سازمان شانگهای هستند و افغانستان، ایران، پاکستان، هند و سایر کشورهای دیگر عضویت ناظر را دارند و تلاش افغانستان این است که عضویت دائمی این سازمان را به دست آورد. دولت مردان افغانستان باید روابط خود با کشورهای منطقه و جهان را بازنگری و در فرایند گسترش و تحکیم روابط نو افغانستان با دنیا و قلایی عمل نموده. سازمان شانگهای همه ساله در پیوند به منطقه به خصوص مشکلات افغانستان نشست برگزار می کند و برای مشکلات افغانستان تعهدات زیاد صورت می گیرد که تاکنون گام های عملی برداشتن نشده است. وزارت دفاع ملی ادعا می کند که مخالفان مسلح در عملیات زمستانی شدیداً سرکوب گردیدند. وزارت دفاع ملی می گوید حملات بالای افراد مسلح را در عملیات زمستانی نسبت به هر وقت دیگر بیشتر ساخته و خسارات سنگین را به آنان وارد کردند. با این حال وزارت دفاع ملی می افزاید موقف مشترک کشورهای آسیای میانه با افغانستان می تواند پاکستان را از حمایت ترورستان منصرف سازد. وزارت دفاع ملی که از اول جدی به این سو عملیات زمستانی را به خاطر سرکوب جنگجویان مخالف آغاز نموده، نتایج آن را خوب یاد می‌کند. وزارت دفاع ملی میگوید در جریان عملیات زمستانی 486 حمله هوایی بر مراکز افراد مسلح انجام شده که در نتیجه آن صدها جنگجوی مخالف کشته و زخمی شدند. بی سابقه بوده. مثلا سابق ما میتونستیم که 2 الی 3 ضربه هوایی را اجرا کنیم، حتی الی 5 ضربه هوایی را، مگر فعلا ما میتونیم که از 15 الی 45 ضربه هوایی را روزانه اجرا کنیم. وزارت دفاع ملی میگوید منطقه و جهان پذیرفتند که پاکستان حمایت کننده تروریسم است و موقف مشترک کشورهای آسیای میانه میتواند پاکستان را از حمایت تروریستان منصرف سازد.
کچیری د سی یو حالت دوی رسیږي او پاکستان بل اخره د منی چې دا یو مشکل دی، سیمایز مشکل دی، نړیوال مشکل دی، او بل پاکستان د قبلی چې په دې کې همکاری وکي نو مسله حل کیږي. وزارت دفاع ملی اطمینان میدهد که هماهنگی میان نیروهای افغان و ماموریت حمایت قاطع نسبت به گذشته بیشتر شده و نیروهای خارجی هر هدفی که به آن داده می شود مورد حمله قرار می دهند. از یک حمله بم جاسازی شده در موتر در ولایت ننگرهار جلوگیری شد. سخنگوی والی میگوید این موتر برای حمله از سوی شبکه حقانی آماده شده بود. با این حال گروه داعش از روز گذشته بدین سو بر تلویزیون ها تحریم وضع کرده و 400 خانه را در منطقه ازگو تلاشی کرده و تلاشی آنان هنوز هم ادامه دارد. این موتر کوچک برای حمله بم جاسازی شده که در ولسوالی رودات ننگرهار آماده شده بود. سخنگوی واری میگوید این موتر از سوی شبکه حقانی آماده شده که هدف آن در نخست انفجار موتر بم و بعداً حمله گروهی در شهر بود. امنیت ملی موتر را در این ولسوالی انفجار داد. حقانی شبکه پختل چې په جلال آباد ښار کې پر یوه حکومتي اداره لومړی موټر بم چاودنې ترسره کړې او له هغې وروسته ځانمرګي بریدونه ترسره کړي. سخنگوی والی میگوید به شمول مسئول اکمالات داعش در کنر 11 عضو مهم این گروه نیز گرفتار شده است. د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې کنر ولایت ته د داعش ډلې د وسلو مهماتو لیږدونکي همدار از د وسلوالو طالبانو د مهماتو او وسلو لیږدونکي د دوی دوو په ګډون دولس داعش وسلوال نیول شوي دي. موږ په شورا کې د داعش سره بیعت وکړو، په ګروپ کې شامل شوم او د هغې نه بعدې ما ته دا وظیفه راکړله چې ته د ننګرهار نه کونړ ته اکمالات کوه. اما مقام ولایت از دستاوردهایشان از چند روز بدین سو در این ولایت صحبت کرد و از روز گذشته بدین سو داعش در چپرهار بر تلویزیون ها تحریم وضع کرده است. یک منبع معتبر در منطقه به شمشاد گفته است که داعش در منطقه زغو 400 خانه را تلاشی کرده و شمار زیاد تلویزیون ها را شکسته که اکنون نیز تلاشی این گروه ادامه دارد. هنوز هم 6000 طفل در کشور در انتظار تداوی سوراخ قلب هستند. کمیته سرمیاشت افغانستان میگوید برای تداوی این اطفال به 500 میلیون دلار نیاز است تا این اطفال تداوی شوند. کمیته سرمیاشت میافزاید هم روزه از 10 الی 15 طفل مبتلا به بیماری سوراخ قلب در این اداره ثبت میشوند که سالانه امکانات تداوی تنها 1000 طفل را دارند. کمیته سرمیاشت افغانستان یک بار دیگر 99 طفل افغان را که مبتلا به بیماری های سوراخ قلب، استخوان و یا هم سوخته بودند به خاطر تداوی به جرمنی فرستاد. مسئولان این اداره میگویند هنوز هم 6000 طفل مبتلا به بیماری سوراخ در انتظار قرار دارند تا به خاطر تداوی به خارج از کشور انتقال یابند. کمیته سرمیاشت امکانات برای تداوی این اطفال ندارد، به خاطر همین به 15 میلیون دلار نیاز دارد. 6000 طفل ما تداوی شود، ما به کم از کم 15 میلیون دلار آمریکایی ضرورت داریم که دفعتاً از این مشکل ما بتونیم برایم. کمیته سرمیاشت میگوید همسالت تنها 1000 طفل را به خاطر تداوی به جرمنی میفرستد. مسئولان میگویند در داخل کشور برای این اطفال بیماری شفاخانه ایمار نموده که در آینده نزدیک به کار خود آغاز خواهد کرد. ما یک شفاخانه را امارتش تکمیل کردیم که او شفاخانه مخصوص برای تداوی سوراخ قلب جور شده و فعلا در صدد هستیم که تمام تجهیزاتش که تجهیزات بسیار تکنیکی است و هر سامان و لوازمی که شما خودتون میدونین که تکنیکی باشه قیمتش بسیار گزاف میباشه. کمیته سرمیاشت افغانستان میگوید تا حال 4000 طفل مبتلا به بیماری استخوان و سوختگی و همچنان 7000 طفل که مبتلا به بیماری سوراخ قلب بودند تداوی کرده است. صدها تن از تظاهر کننده ها در ترینکوت مرکز اروزگان از رئیس جمهور انتقاد کردند که روند توزیع تذکره ها را به تاخیر انداخته و زمینه را برای فساد فراهم ساخته است. از رئیس جمهور خواسته شد که از چند نفر نه حراست و این پروسه ملی را هرچه زودتر آغاز کند. این صدها تن از سران قومی اروزگان، جوانان، فعالان مدنی بدون قید و شرط خواهان آغاز هر چیز زودتر توزیع تذکره های برقی شدند. آنان تأخیر در روند توزیع تذکره های الکترونیکی را دسیسه خارجی ها می دانند.
اعتراض کننده ها میگویند بعضی حلقات در داخل کشور به دستور خارجی ها اجازه نمیدهند که این پروسه ملی آغاز و از جل و خیانت جلوگیری شود. چه جر در جره اقد از کریه پیل کیه چه در ولسون تا پکار بودیجی مر پا دست کریه که افغانیت غالو مر پا دست کریه که افغانیت جلوال نغالو مر افغانانی افغانان دست کریه که کنیمه افغان غالی چې ولی په افغانستان کې الکترونیکی د سکرې نه توزیع کیږي ځکه چې الکترونیکی د سکرې په هواد کې فساد مخه نیسي. آنان از اعتراض پشتونها در پاکستان همچنان حمایت کردند. مظاهره کننده ها میگویند پاکستان بر ضد باشندگان هر دو طرف خط دیورند اقدام میکند. موږ د پښتنو جلاوالی نه غواړو، د پښتنو مرګ نه غواړو، موږ دیورند هیڅ وخت نه منو. زموږ افغانان بیگونه افغانان دي نور نه وژل کیږي. او پښتانه لارو بر پښتانه سرورونه یو دي او پښتانه تر هاګر نه دي. موږ د پاکستان دغه ازغن تار نه غواړو چې دی زموږ د افغانستان سره دی دلته وسویچ راولي. کار قانون ثبت و احوال نفوس تکمیل شد اما در نتیجه مخالفت بعضی ها این روند آغاز نمی شود که واکنش های جدی را برانگیخته است. امسال نسبت به هر سال دیگر رفتن افغان ها از ولایات غربی به ایران بیشتر شده است. اتحادیه کارگران هرات نگران است که فرصت های کاری در داخل کشور مساعد نیست و از راه قاچاق رفتن به ایران بیشتر شده که جوانان کم سن نیز شامل آنان می باشند. این جوانان از بخش های مختلف کشور در هتل ها و مسافرخانه های شهر هرات آمدند که از اینجا به هدف ترک کشور به ایران بروند. ایران که با هرات سرحد مشترک دارد، بیشتر افغان ها به گونه غیر قانونی به هدف رفتن به سایر کشورها سفرشان را از این ولایت آغاز می کنند. دیر مشکلاتون را باندې راځي خبره ده چې بیا مجبور شي ولار څه دي چارانه لو شي نه لور گزارانه لور مال نه لور مثلا دغه کشته کشته مونږ چې بل زو برمینه لو جبرمی و ساينو جوړ کوم مثلا تو کور غربي می مگر بده یارو سال خوشکی آماده شي نسته خو کاس فرر د بغس خنځه بو دیران. در میان آنان افراد نیز وجود دارند که عمر قانونیشان را نیز تکمیل نکردند. امسال نسبت به سایر سالها مسئله ترک کشور چند برابر افزایش یافته است. اما آنان که کشور را ترک کردند با چه حد مشکلات روبرو می شوند؟ جوان ها ما فرار می کنند به خارج. امسال یک پدیده بعدی که خشکسالی پیش بینی کردند که خیلی باعث نگرانی تدیم ملی کارکنان ولایت هرات و در سطح افغانستان هست. این میتونه که تاثیرات و پیامدهای منفی خود را در تمام عرصه های جامعه به جا بگذاره. زمین های کاریابی برای جوانان فراهم باشه و دید یا نگاه دولت مردان ما حکومت وحدت ملی نسبت به فراهم ساختن زمینه کاریابی برای جوانان یک نگاه استراتژیک باشه. کمبود فرصت های کاری، نامنی ها و در این اواخر خشکسالی از جمله مشکلات هستند که جوانان ناگزیر به ترک کشور شدند. اما در راستای از بین بردن مزل بیکاری در سطح جامعه و به خاطر حمایت و استفاده از فرصت هایی که برای جوانان به وجود آمده یک سلسله برنامه از سوی مقام ولایت هرات روی دست هست. رفتن به کشورهای خارجی از راه های غیر قانونی نه تنها که مملو از خطر می باشد بلکه بیشتر جوانان در آنجا با سرنوشت نامعلوم روبرو می شوند. در این حال غور، فران، نیمروز و فاریاب ولایاتی هستند که با خشکسالی روبرو شدند که حتی مردم مواشیشان را به قیمت ارزان به فروش می رسانند و زندگی بر آنان دشوار شده است. خبرهای جهان پس از وقفه کوتاه. این هم چند خبر از جهان. فلسطین بعد از این میانجیگری آمریکا را در مذاکرات صلح قبول ندارد. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین میگوید به خاطر صلح با اسرائیل به یک کنفرانس بین المللی نیاز است. محمود عباس این اظهارات را با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در سوچی روسیه بیان کرده است. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین به سوچی روسیه رفته تا در مورد صلح میان اسرائیل و فلسطین بحث و گفتگو نماید. محمود عباس میگوید بعد از این میانجیگری امریکا را در مذاکرات صلح قبول ندارد. هذه الاجواء التي بيننا وبينهم ادت الى اننا قلنا اتموسفیری که امریکا به دلیل موقف خود آن را در شرق میانه به میان آورده
ما مخالف آن هستیم و بعد از امروز میانجیگری آنها را نمیپذیریم به خاطر که ما مخالف موقف امریکا هستیم. محمود عباس میگوید با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نیز در این مورد صحبت تلفنی انجام داده است. عباس افزوده است که به خاطر صلح باید یک کنفرانس بین المللی برگزار شود، اما امریکا در آن به حیث یک عضو سهم بگیرد. اگر کنفرانس بین المللی صلح برگزار شود، ما میخواهیم که بر میکانیزم کار صورت گیرد که امریکا در آن به حیث میانجیگر نه بلکه به حیث یک عضو این کنفرانس سهم بگیرد. محمود عباس رئیس جمهور فلسطین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی ملاقات کرد. محمود عباس بعد از آن در برابر امریکا موقف مخالف اختیار کرد که ترامپ بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. امریکا در جنگ بر ضد داعش از مصر حمایت می کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا در جریان سفر خود به شرق میانه با مقامات مصر ملاقات کرد. رکس تیلرسون به مصر رفته تا در مورد جنجال های جاری با سمی شکری همتای مصری خود صحبت کند. تیلرسون از انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است در ماه آینده مارچ برگزار شود نیز استقبال نموده است. قرار است تیلرسون بعد از مصر به کشورهای دیگر شرق میانه نیز سفر نماید. بعد از جنگ ها برای بازسازی عراق یک کنفرانس برگزار می شود. قرار است در پایتخت کویت در بخش بازسازی عراق و مسائل زیاد دیگر بحث و گفتگو صورت گیرد. مقامات می گویند این کنفرانس 3 روز ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس 3 کشور بزرگ تجارتی اشتراک می کنند که در بازسازی عراق سرمایه گذاری خواهند کرد. مقامات عراقی می گویند جنگ های عراق تنها در بخش ساختمانی بیشتر از 50 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد کرده است. اتحادیه اروپا نیز خواهان بهتر شدن وضعیت جاری سوریه شده است. بعد از اظهارات آنتونیو گوترز منشی عمومی سازمان ملل متحد، مقامات اتحادیه اروپا نیز خواهان حل موضوع سوریه شدند. اتحادیه اروپا از تمام طرفهای درگیر می‌خواهد که بخشونت‌های جاری در داخل کشور راه حل جستجو نمایند. مقامات این اتحادیه همچنان از کشورهای دیگر شرق میانه نیز خواستند که نقش مؤثر خود را در این زمینه ایفا نمایند. اتحادیه اروپا در حال این اظهارات را می کند که حملات شدید روسیه، امریکا و ترکیه در سوریه ادامه دارد. با توجه به همراهی تان به خبرهای این جهان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.